تو را در بوستان باید که پیش سرو بنشینی، وگرنه باغبان گوید که دیگر سرو ننشانم. چنانت دوست می‌دارم که گر روزی فراق افتد، تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم. رفیقانم سفر کردند هر یاری به اقصایی، خلاف من که بگرفته است دامن در مغیلانم. اینک 20 مهر ماه 1397، 40 روز از رفتن سرو روان، فخر آفاق صدر، همسر وفادار شادروان هاشم صمدزاده می‌گذرد. عشقی که این دو همسر به یکدیگر داشتند خود داستانی دیگر است. فخر آفاق سالار زنی از ستونهای خانواده ما بود، شمع جمع ما بود، رونق و صفای محفل بود. آراستگی و جمالش، وقار و اعتدالش، در رفتار، در گفتار، مردمداری، معاشرت، در لباس پوشیدن، در اظهار نظر و در قضاوت دیگران، آن همه خوبی که در آن صدر بود، نور خیالات شب قدر بود. آفاق اگرچه جای او به ظاهر خالی است، ولی در یادهای ما جای او خالی نیست و تا زمانی که نام او را میبریم، خاطراتش را مرور میکنیم و از خوبیهای او حرف میزنیم و به یاد او هستیم، آفاق زنده خواهد بود. کسی که از دار فنا رفت، مجلس یاد بود، نه برای ختم و ختام او، بلکه برای زنده نگه داشتن نام اوست. و شرکت در مجلس یاد بود، در اصل برای پرسیدن، دلداری دادن و دلگرم کردن بازماندگان با بزرگ داشته عزیز از دست رفته و یادآوری خاطرات خوب است. البته تجلیل دوست و ذکر جمیل یار همیشه خوب است، خصوصا زان پیش که گویند که از دار فنا رفت. به هر حال چیزهایی هست که با کالبد یا قالب انسان به خاک سپرده نمی شود و مرگ را با هر نگرشی و با هر باوری می توان زندگی تعبیر کرد. و در مجلس یاد بوده آفاق می خواهم به جای مرگ از زندگی حرف بزنم و مطلبی کوتاه در باره سرو بلند بگویم که سرو نماد زندگی است، زیرا همیشه آفاق را به سان سرو دیدم. در این چند سال آخر هم می دیدم که قامتش به راستی به سرو خمیده می ماند، آن سرو که گویند به بالای تو ماند، هرگز قدمی پیش تو رفتن نتواند. دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست، با غمزه بگو تا دل مردم نستاند. آفاق نام زیبا و خوشاوایی است، الف ها در نوشتار و مصوت های بلند در تلفظ نام آفاق یادآور سرو قامت آفاق است. این نکته را به خود آفاق گفته بودم که شاعران ما که در باغ تأمل می کردند
با مشاهده سرو بلند آراسته به یاد یاری چون آفاق می افتادند و آن یار را به سرو و رخ او را به ماه تشبیه می کردند و هر بار از این تشبیه پشیمان می شدند. وجه شبه ضعیف بود، مشبه از مشبهان به برتر بود، جمال یار از قدر ماه و قامتش از قیمت سرو می کاست و تشبیهات معمولاً امتزاجی می شد از شرط و تفضیل و اضمار به اصطلاح ادیبان. سرو را مانی ولیکن سرو را رفتار نیست، ماه را مانی ولیکن ماه را گفتار نیست. و یا نشنیدم که ماهی بر سر نهد کلاهی، یا سرو با جوانان هرگز رود به راهی. سرو بلند بستان با این همه لطافت، هر روزش از گریبان سرور نکرد ماهی. و بیت هایی را که می خوانم برای ایشان خوانده بودم. سرو بالایی به صحرا می رود، رفتنش بین تا چه زیبا می رود. میل بین که این سرو بالا می کند، سرو بین کاهنگ صحرا می کند. سرو سیمینا به صحرا می روی، نیک بد عهدی که بی ما می روی. تکرار سرو در ادبیات فارسی و در نگارگری ایرانی ریشه در فرهنگ ایران باستان دارد. نگارهای سرو بر دیوارهای تخت جمشید دلیلی بر این نکته است. نیاکان ما درخت سرو را مقدس می دانستند و در باورشان این درخت سرشتی بهشتی داشته است. کاشتن درخت سرو از آیین‌های ایرانیان بوده است. کهنسال‌ترین سرو جهان در شهر ابرکوه یا ابرقو در یزد است که در فهرست میراث فرهنگی ثبت شده است. سرو ایرانی نماد صلابت و سرفرازی ایرانیان است. در دنیا سرو درخت ملی ایران شناخته شده است. تزیین درخت کریسمس پیشینه در آیین مهر یا میترائیسم دارد. 15 اسفند که روز آشتی با طبیعت و جشن درختکاری است، یادگار دین بهیست. حافظ که اتفاقاً 20 مهر ماه روز گرامی داشته اوست، میگوید بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخواند دوش درس مقامات معنوی. بلبل هم نزد ایرانیان سرشته مینوی داشته و درس مقامات معنوی میداده است. بلبل زند خانوی است. زند تفسیر اوستا به زبان پهلوی است و بلبل بر شاخ سرو به زبان پهلوی درس توحید میداده است. درخت سرو نماد توحید است. بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخواند دوش درس مقامات معنوی. یعنی بیا که آتش موسی نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. بلبل عاشق سرو و عاشق گل است و این مضمون به دلیل اهمیتش آنقدر در مظاهر فرهنگ و ادب و هنر ایران تکرار شده
که گل و بلبل بودن کشور ایران اگرچه با لحن طنزآمیز بیان می شود، ولی یک واقعیت تاریخی و فرهنگی است. سرو نماد بردباری، مقاومت و استواری است. درختان در باد و طوفان می شکنند، ولی سرو با این که تا خاک خم می شود کمرش نمی شکند. نه هر درخت تحمل کند جفای خزان. غلام همت سروم که این قدم دارد. سرو نماد آزادگی است. زیر بارند درختان که تعلق دارند. ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد. سرو را آزاد آفریدند، دستش را از تعلق تهی یا تهی کردند. و تهی دستی نشانه دهش و سخاوت و آزادگی است. یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست که سروهای چمن پیش قامتش پستند. به سرو گفت کسی میوه‌ای نمیاری؟ جواب داد که آزادگان تهی‌دستند. آزادگی از خصوصیات ایرانیان بوده است و فردوسی هم ایرانیان را آزادگان می‌نامد. سرو آزاده کاشمر که به دست زرتشت کاشته شده بود و در شاهنامه هم از آن یاد شده است، بیش از 1500 سال عمر داشت و بسیار پربار بود. میوه او سخاوت بود. سرو سخاوتمند کاشمر پناهگاه مرغان بیشمار بود که بر شاخه هایش آشیانه داشتند و سایش مرغزار بزرگی بود. این درخت برای ایرانیان تقدس داشت و بریدن آن را ناشایست و بدشگون می دانستند. سرو کهنسال کاشمر را به دستور متوکل خلیفه عباسی از ریشه در آوردند و بر بار شتران برای او روانه بغداد کردند. پس از آن در ماتم سرو کاشمر بود که درختان سرو بر ترمه ها و قلمکاری ها و زریبافی ها و مینیاتور های ایرانی با سر خمیده تصویر شدند و انسان جویای کمال تعبیر شدند. و ما در ماتم سرو قد آفاق است که در اینجا گرد آمده ایم. همه از علاقمندان آفاق و از خیشان و دوستان او هستیم. از آفاق خاطرات خوب و ماندگار داریم. یاد آفاق برای ما عزیز است. ما از رفتن آن سرو آزاد دلتنگیم. می روی التفات می نکنی. سرو هرگز چنین نرفت آزاد. آفرین خدای بر پدری که تو پرورد و مادری که تو زاد. و آفرین خدای بر تو باد و بر همسر محبوبت. و آفرین خدای بر برادران و خواهرانت. زنده یاد دکتر وجیه الله صدر. زنده یاد اختر صدر. زنده یاد فخر زمان صدر. زنده یاد توران صدر. زنده یاد شاپور صدر که گوهرهای قیمتی در سینه خاکند. آنان که با آفاق
انس و الفت دیرینه داشتند. از آن میان یاد میکنم از خانم دکتر مظاهری و امیدوارم تندرست باشند و عمرشان طولانی باد. و آفرین به خانم میترا متین، این خواهرزاده نازنین که رفیق شفیق خاله آفاق بود و آفاق تا واپسین دم با او همدم بود. میترا متین عزیز آفاق بود و برای ما یادگار آفاق است. و یادگارهای دیگر آفاق، خواهرزاده ها و برادرزاده های او، علی و ساسان صدر، حسین متین، فرهاد و فرزاد بو اسحاقی، کاوه و کسرا جهان بدلری که از فرزندان خوب و خلف خانواده اند و درخت زندگی آفاق را پربار کردند. این جانب که علاوه بر نسبت فامیلی از دوستان و دوستداران آفاق هستم، از سوی خانواده های صدر، صمدزاده، آزادی و متین، از میهمانان ارجمند سپاسگزاری می کنم که در مراسم و مجالس همراهی، همدردی و همدلی کردید. سخن خود را با بند آغازین از ترجیع بند صبر به پایان می برم که در آن سعدی سرو قامت دوست را مخاطب قرار می دهد که فنا را به سرو راهی نیست. سعدی که در آغاز سخن من گفته بود چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم، در این ترجیبند صبر را شرط دوست داشتن و شرط وفا می داند و از صبر به عنوان کوشش توانمندانه یاد می کند و نه ضعف یا واکنش منفعلانه. می خوانم و با این امید که همگی سرفراز و مانند سرو استوار و بردبار باشید، شما را به آفریننده صبر و آفریدگار سرو می سپارم. می گوید ای سرو بلند قامت دوست، ای سرو بلند قامت دوست، وه وه که شمایلت چه نیکوست. در پای لطافت تو میراد هر سرو سهی که بر لب جوست. نازک بدنی که می نگنجد در زیر قبا چون چه در پوست، مه پاره به بام اگر براید که فرق کند که ماه یا اوست. آن خرمن گل نه گل که باغ است، نه باغ ارم که باغ مینوست. آن گوی معنبر است در جیب یا گوی دهان عنبرین بوست. در حلقه سولجان زلفش بیچاره دل افتاده چون گوست. می سوزد و همچنان هوادار، می میرد و همچنان دعاگوست. خون دل عاشقان مشتاق بر گردن دیده بلاجوست. من بنده لعبتان سیمین، این شرط وفا بود که بی دوست بنشینم، صبر پیش گیرم، دنبال Thank you.